به نام خدای مهربان با عرض سلام دوستای عزیز عبدالله شمس هستم و خداوند شکرگزار هستم که باز هم در خدمت شما دوستا و عزیزا قرار دارم. در این ویدیو خود میخوایم که در مورد چی گونه یک شخص با انگیزه باشیم صحبت بکنم. گرچه ما در مورد انگیزه در تلویزیون خورشید برنامه صبح خورشید صحبت کرده بودم، اما بنابر کمبود وقت نتونستم که بیشتر در موردش صحبت بکنم، وقت کم بود. از او خاطر خواستم که یک ویدیو جداگانه در مورد ازیما بر شما آماده بسازم. همیال هم بر ما بعضی دوستا پیام گذاشتن که ما انگیزه خود از دست دادیم، نمیتونیم که درست درس بخوانیم، نمیتونیم به طرف هدف خود درست حرکت بکنیم. چی کار کنیم که دوباره انگیزه خود به دست بیاریم و بتونیم که با انرژی با قدرت به طرف کار به طرف ما هدف خود حرکت بکنیم؟ خب اول میایم در مورد از این که خود انگیزه چی است. اگر بخوایم یک تعریف از انگیزه داشته باشیم، انگیزه از کلمات مثل انگیزشی و برانگیختن گرفته شده و به این شکل در زبان انگلیسی ما میگیم که موتیویشن یا موومنت یا موشن، که تمامش هدفش از همی انگیزش است. وقتی بخوایم تعریفش بکنیم میشه بگیم که انگیزه عبارت از عامل است که باعث میشه که ما یک عمل از خود بروز بدهیم و به او عمل پافشاری بکنیم، یکی که چندین بار او را مکرر در زندگی خود انجام بدهیم. یعنی انگیزه مثل تیل موتر است. یعنی اگر ما موتر داشته باشیم و بخوایم که به یک نقطه خود برسانیم به وسیله موتر، اما موتر ما تیل نداشته باشه، موتر نمیتونه حرکت بکنه، چرا که ما انرژیش نداره که ما را از یک نقطه به نقطه دیگه برسانه. به مشکل در وجود خود اگر ما انگیزه نداشته باشیم به خاطر یک هدف، مثلا ما یک هدف در ذهن خود تعیین میکنیم یا در زندگی خود یک هدف را داریم، میخوایم به طرف حرکت بکنیم، اما انگیزش نداریم که ما به او هدف بریم، پس ما حرکت کردن نمیتونیم، نمیتونیم زحمت بکشیم به خاطرش تلاش بکنیم. اینه میره میتونیم ما بگیم انگیزه. انگیزه در کل به دو شکل است، یکی انگیزه مثبت است و یکی هم انگیزه منفی است. بعضی وقتا به خاطر بعضی کارهایی که ما میخوایم در زندگی خود انجام بدیم انگیزه های مثبت در ذهن خود داریم. مثلا ما میخوایم که یک انجینیر شوم. چرا میخوایم انجینیر شوم؟ یعنی انگیزه ما به خاطر انجینیر شدن چی است؟ به خاطر از اینکه ما میخوایم که تعمیرهای زیبایی را بسازم، میخوایم که مثلا کشور خود مثل کشورهای دیگه پیشرفته جهان خانه ها و تعمیرات زیبا آباد کنم، میخوایم که خلاقیت به خرج بدم، میخوایم که یک انسان موفق باشم. این میتونه که یک انگیزه مثبت بسازه، اما بعضی وقتا انگیزه منفی می داشته باشه انسان ها. مثلا انگیزه انتقام جویی. مثلا میگیم که یکی از دوستای بسیار نزدیک ما یک دکتر بسیار موفق شده، انگیزه می است که ما میخوایم دکتر شوم و یک روز بر از اون نشان بدم که اینا دیدی که ما هم تانستم یک دکتر شوم. یعنی خود به دیگر ثابت ساختن یا یعنی که مثلا غرور خود به دیگر را نشان دادن، این تمامش انگیزه های منفی را نشان میده. شاید که این انسان ها به مو هدف که میخوان برسن، اما دوجه پایدار باقی نمیمانن، یعنی دو هدف که میرسن پایدار نمیمانن، بسیار زود پس سقوط میکنن و همه چیز را که به دست آورده بودن از بین میرن، چرا که انگیزیشون به خاطر رسیدن به او هدف یک انگیزه منفی بوده، از روی عشق و علاقه مندی نبوده. اولین قدم به خاطر داشتن یک انگیزه خوب و انگیزه مثبت، داشتن عشق و علاقمندی است. اگر شما میخواین که به یک کار به یک هدف برسین، کوشش کنین که نسبت به اونمو هدفتان علاقمند باشین. اگر شما علاقمند و عاشق از او کار باشین، دیگه هیچ ضرورت به این نیست که کس شما را انگیزه بده، کس شما را تیله بکنه که برین با طرف از اون کار، کس شما را تشویق بکنه. شما با عشقش در وجودتان است، خودتان خود به خود به طرف حرکت میکنین، میخواین که زودتر به هدفتان برسین، زحمت میکشین، خلاقیت به خرج میدین، هر روز مفکوره های جدید را به کار میگیرین تا اینکه بتونین به هدفتان برسین، چرا که علاقمندش هستین، چرا که عاشق از اون کار هستین، در وجودتان یک عشق سوزان وجود دارد در مقابل از او هدف که شما را همیشه به طرف از او هدفتان کوشش میکنه که برسانه.